سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون یه افکت یا ترانزیشن که اسمش معصوم یا دهان باز هست و یاد بدم که افکت خیلی جذابی هست و میتونید ازش توی پروژهاتون استفاده کنید. فقط یکم زمان میبره و یه چند تا نکته داره که حتما همه رو بهتون میگم. پس اگه دوست داری با این افکت خیلی جذاب آشنا بشی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من و پلیلیست پریمیر حرفه‌ای خیلی خوش اومدی. من تو این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا به یه تدوینگر حرفه‌ای تبدیل بشی. پس حتما کانال من رو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای بعدی رو خیلی باکیفیت‌تر برات تولید کنم. خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کار رو با هم دیگه بزنیم. برای ساختن این افکت به دوتا صحنه نیاز داریم. صحنه اول صحنه‌ای که من دهنمو باز می‌کنم و داد می‌زنم و نکتهش اینه که تا جایی که می‌تونم بیشتر این کارو انجام بدم و دهنمو بیشتر باز کنم تا صحنه دوم قشنگ‌تر نشون داده بشه. صحنه دوم صحنه‌ای که داخل دهنمون می‌ذاریم و حالا من اکتم اینجوریه که انگار دارم بیرون رو نگاه می‌کنم و شما می‌تونید حالت‌های دیگه‌ای هم بگیرید. خب ما راش اولمون رو توی لایه دوم قرار میدیم، چون که میخواییم این راش دوممون که داخل دهانمون هست و این زیر قرار بدیم و الان کامل براتون توضیح میدم. حالا میریم نشانگرمون رو میبریم اونجایی که تقریبا دهانمون داره واز میشه قرارش میدیم. اینجا خیلی خوب هستش. میتونم یکم زوم کنم تا شما بهتر ببینی. به این صورت بسیار عالی. اینجا رو انتخاب میکنیم. من حالا فایل صوتیمونم پاک میکنم چون لازمش نداریم و اینجا با استفاده از این ابزار ریزل تورزمون یا کلید میان بر سی برشی ایجاد میکنیم. من مجدد میرم روی ابزار سلکشن تورزمون یا کلید وی رو میزنم و روی این ویدیومون کلیک میکنم و از پنجره افکت کنترل بعد اینجا یه لایه ماسکی براش بسازیم. ما با ماسک کردن قبلا کار کردیم، اگه یادتون باشه تو ویدیوی حذف اجسام مخصوصا خیلی ازش استفاده کردیم و الان لینک این ویدیو رو هم بالای صفحه میذارم تا اگه خواستی بعد دیدن این ویدیو از قسمت پایین دیسکریپشن بری اون ویدیو رو هم ببینی. و گفتیم که یه تکنیک هست که سه تا ابزار داره و میتونیم از اینا استفاده کنیم که الان کامل براتون دوباره توضیح میدم. وقتی تکنیک ماسک کردن رو انجام میدیم به پریمیر میگیم یه قسمت خاصی از ویدیو یا تصویرمون رو میخوایم. مثلا اگه من یه ابزار اصلیمون که پن تولزمون هست رو انتخاب کنم و اینجا 4 تا نقطه مثلا بذارم، به پریمیر الان میگیم که ما این نقطه ها رو و این قسمت از تصویرمون رو میخوایم و بقیه رو برای ما همونطور که میبینین حذف کرد. یه گزینه هم اینجا داشتیم به نام اینورتد که اگه من روش میزدم دقیقاً این حالت رو برای ما برعکس میکرد و این قسمت رو برای ما هضم میکرد و قسمت‌های دیگر رو برامون نگه میداشت. به زبان ساده به این تکنیک ماسک کردن میگن که خیلی خیلی تو پریمیر کاربرد داره و میتونیم ازش تو پروژه‌های مختلف خیلی استفاده های کاربردی انجام بدیم. حالا من اینجا چند تا نکته هم بهتون بگم. اگه خواستیم اینجا یه نقطه ای اضافه کنیم، من وقتی که ابزار ماسکمون فعال هست برم روی این خط وسط دوتا نقطه‌مون میبینیم که یه علامت به علاوه کنار ابزار پنمون اومد و اینجا اگه کلیک کنم به راحتی یه نقطه اینجا برای ما اضافه میکنه و میتونم هر نقطه‌ای هم که از قبل بوده رو به راحتی اینجا تغییرش بدم. مثلا من اینجا یه نقطه دیگه اضافه میکنم و اگه خواستیم این نقطه رو پاک کنیم کلید کنترل رو اگه من از روی کیبورد نگه دارم میبینیم علامت منفی اومد و اگه روش کلیک کنم این نقطه‌ای که ایجاد کرده بودیم رو به راحتی برای ما پاک میکنه. من این ماسکمونم با کلید دیلیت از روی کیبورد پاکش میکنم. تا یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اگه خواستیم یه منحنی هم ایجاد کنیم کافیه وقتی کلیک دوم میخوایم انجام بدیم یه حالت درگی انجام بدیم و اینجا میبینیم که برامون به صورت منحنی این کار رو داره انجام میده و خودتون یکم اگه تمرین کنین کامل این ابزار رو نحوه سلکت کردنش رو دستتون میاد و میتونین ازش استفاده کنین. خب من اینجا رو پاک میکنم تا بریم ویدیومونو براتون توضیح بدم.
ما برای اینکه بتونیم یه افکت خیلی جذاب و درستش کنیم، باید با استفاده از ابزار ماسکمون توی دهانمون رو خالی کنیم و برای همین اونو توی لایه دوم قرار دادیم تا وقتی این قسمت خالی میشه اون ویدیوی اولمون که توی لایه اول هست رو بهمون نشون بده. خب بریم شروع کنیم تا شما هم کامل متوجه بشیم. من یه ابزار پنمون و ابزار آزادمون رو برمیدارم، یکم دیگه زوم میکنم تا بتونم قشنگتر سلکت کنم اینجا رو، و بعد الان قسمت داخل دهانمون رو با استفاده از این ابزار سلکت کنیم. یه نکته خیلی مهمی که باید بهش دقت کنیم، چون اینجا دهانمون باز میشه و یه حالت تکونی میخوره، بعد براش کی فریم بسازیم و با استفاده از این ماسک پس ما میتونیم یه کی فریمی ایجاد کنیم. اینجا برامون یه کی فریم ساخت و حالا مرحله به مرحله میریم جلو تا براتون قشنگ توضیح بدم. خب من روی این ماسکمون میزنم تا ابزارمون رو بهمون نشون بده و شروع میکنم به سلکت کردن. حالا خیلی دقیقم اینجا رو انجام نمیدیم و بعدا با استفاده از فدری که میدیم میتونیم این کار رو دقیقتر انجام بدیم. همونطور که میبینی الان این قسمت داخل رو برای ما نگه داشت و ما میخواییم برعکسش رو برای ما انجام بده، یعنی این قسمت داخل دهان رو پاک کنه و قسمت بیرونی رو نگه داره. برای همین تیک گزینه اینورتد رو من زدم. من یکم دیگه هم الان اینجا رو زوم میکنم تا باز دقیقتر بتونم این کار رو انجام بدم. میارم مثلا تا روی 400% و میبینیم که اینجا رو میتونیم الان قشنگتر سلکت کنیم. این نقاط رو یکم من جابجا میکنم و بسیار عالی. این ماسک فدری که هست حاشیه کارمون رو یکم نرمتر میکنه و گزینه خیلی عالی هست، ولی چون حالا اول کار هست من میخوام دقیقتر سلکت کنم، اونو روی صفر میذاریم و آخر کار وقتی که کارمون تموم شد میتونیم این فدر رو بهش بدیم. حالا ما این کی فریم اول رو ایجاد کردیم، با استفاده از این گزینه یا کلید راست و چپ روی کیبورد میتونیم یه فریم به جلو بریم. من کلید راست رو از روی کیبورد میزنم و اینجا یه فریم جلوتر رفت و همونطور که میبینی یه مقداری اینجا تصویرمون جابجا شد و اینجا میتونیم این ماسکی که هست رو به راحتی ادیتش کنیم تا کارمون خیلی قشنگتر بشه. مجدد من یه فریم جلوتر میرم و همین کار رو بعد فریم به فریم انجام بدیم. میتونم این قسمت هم یکم بزرگتر کنم که حالا کلیک کردن روی اون گزینه فریم برامون محدودیتی نداشته باشه و به سرعت من این کار رو انجام میدم. اینجا میتونیم یه نقطه ایجاد کنیم که کارمون قشنگتر بشه. سریعتر من این کار رو انجام میدم برای اینکه شما بتونیم ببینیم. من مجدد یه فریم میرم جلوتر، اینجا رو باید بیارم پایین. بسیار عالی و یه فریم میرم جلوتر. همونطور که میبینی الان خب خیلی بد تغییراتی انجام بدیم و برای اینکه شما وقتتون گرفته نشه من سرعت ویدیو رو یه مقداری زیاد میکنم تا این کار رو انجام بدم و بعدش با هم دیگه نکاتی که هست رو بررسی میکنم. خب من تا فریم آخرمونم این کار رو کردم. یکم اگه برم عقبتر میبینیم که به فریم به فریم این کار رو انجام دادم و به راحتی این داخل دهنمون رو خالی کردم. و یکم بعد وقت بذارین. حالا یه نکته‌ای بهتون بگم برای اینکه سرعت کارتون هم زیادتر بشه، اگه همه نقطه هاتون رو بگیریم و روی نقطه کلیک کنیم به راحتی میتونین لایه ماسکتون رو جابجا کنین. اگر هم روی یکیش بریم و کلیک کنین و این علامت دایره کنارش بیاد به راحتی میتونین اونو جابجاش کنین اون نقطه خاص رو. فقط دقت کنین که این علامت دایره بیاد. اگه این وسط ها کلیک کنین همونطور که میبینین یه نقطه ای اضافه میشه و یه علامت به علاوه کنار ابزار پنمون هستش. پس برای جابجایی حتما دقت کنین که علامتش دایره شکل باشه. حالا من داخل دهانمون رو خالی کردم. اگه روی این FX بذارم میبینیم که دهانمون اینجا خالی شده و حالا برای اینکه این نقطه های داخل دهانمون هم یکم نرمتر بشه اینجا میتونیم یه فدری بین 5 تا 10 بهش
بدیم تا این کارمون رو یکم نرمتر کنه. حالا یه جاهایی اگه اشتباه کلیک کرده بودیم و یه مقداری داخل لب و اینام رفته بودیم، این فدر برامون این کار رو اصلاحش کنه. برای اینکه این نقطه ها از بین بره، من روی اوپاسیتی کلیک میکنم و زوممون رو برمیگردم رو حالت اول و بریم کارمون رو ببینیم به چه صورتی در اومد. من روی این ویدیو هم میزنم تا این لایه همون فعال شه. با کلید پایین رفتم ابتدای این ویدیومون و پلی میکنم تا کارمون رو ببینیم. وقتی این کار رو کردیم و لایه مسکمون رو ساختیم، روی این لایه و این ویدیومون رایت کلیک میکنیم و اینجا روی گزینه نستمون کلیک میکنیم و حالا ویدیو دوممون رو میاریم و زیر این لایه دوممون قرارش میدیم. همطور که میبینید الان داخل دهانمون پر شد. من این فایل صوتیشم پاک میکنم با اجازهتون فعلا، و برای اینکه حالا اندازه این قشنگتر بشه از گزینه اسکیل و پوزیشن میتونیم سایزش رو دقیقا میزون کنیم. یکم من سایزش رو طبیعتا کوچیکتر میکنم و پوزیشنش هم میتونیم تغییر بدیم تا صورتمون اینجا قرار بگیره. یکم دیگه میتونم اسکیلش رو کوچیکتر کنم. روی پوزیشن که کلیک کنم میتونم اونو جا به جاش کنم. بسیار عالی. یه بار بریم کارمون رو ببینیم به چه صورتی در اومد. حالا من اینجا رو یکم میارم جلوتر تا فیت این ویدیومون بشه. من ویدیومون رو پلی میکنم ببینیم به چه صورتی در میاد. اینجا از روی پوزیشنم برمیدارم و وقتی که پلی میکنیم میبینیم خودمون داخل دهانمون هستیم و مرحله بعدی که هست بعد زوم این کارم درست کنیم تا تصویرمون خیلی قشنگتر بشه. برای این کار از افکت ترانسفورم من استفاده میکنم. اینجا از پنل افکتمون ترانسفورم رو سرچ میکنیم. اگه این پنل هم نمیدیدید از منوی ویندوزتون میتونین اونو به راحتی فعالش کنین و اینجا تایپ میکنیم ترانسفورم و میبینیم که این افکت رو اینجا برامون آوردش. من این افکت ترانسفورم رو برمیدارم میذارم روی این لایه دوممون قرارش میدم. توی پنل افکت کنترلزمون همونطور که میبینید ترانسفورم رو آورد و خیلی گزینه‌ها شبیه این موشنی هست که داریم، ولی یه امکانات بیشتری به ما میده که بهتون میگم من چرا از این افکت اینجا استفاده کردم. حالا بعد براش کی فریم بسازیم. من گزینه پوزیشن و اسکیلمون رو اینجا روشن میکنم تا کی فریم رو برامون بسازه و میریم جلوتر و از اونجایی که میخوایم حالت زوم انجام بشه نشانگرمون رو اونجا قرارش میدیم. من از اینجا میخوام زوم انجام بشه، پس اینجا مجدد کی فریم ها رو میسازم تا این قسمت برامون به صورت دست نخورده باقی بمونه و از این قسمت میخوام زوم رو انجام بدم. یکم میرم جلوتر و گزینه اسکیلمون رو یه مقداری زیادتر میکنم و از گزینه پوزیشنمون رو جا به جاش میکنم تا اون تصویرمون وسطش قرار بگیره. به این صورت مجدد یه مقداری جلوتر میرم و این کار رو انجام میدم. اسکیلمون رو زیاد میکنم و پوزیشنش رو دوباره درست میکنم، میارمش بالاتر. بسیار عالی. حالا میتونم یکم این برتر ببرم و میرم قسمت جلوترمون. اینجا اسکیلمون رو مجدد بیشتر میکنم. یه نکته ای که باید حتما بدونین توی این افکت ترانسفورممون اسکیلمون نباید بیشتر از 300 بشه، چون یه حالت لگی به کارمون میده. پس بیشترین عددی که میشه اینجا 300 هست و من روی 300 قرارش میدم و بقیه زوممون رو از این موشن میتونیم انجام بدیم. پوزیشنش هم حالا من اینجا درست میکنم، میارم قسمت بالاتر و بقیه کارمون رو همونطور که گفتم از گزینه موشن انجام میدیم. اینجا کی فریم ها رو من فعال میکنم و میرم جلوتر و قسمت انتهایی کارمون تا کامل از دهانمون این ویدیو خارج بشه. اینجا اسکیل رو تا جایی که میشه من زیاد میکنم، پوزیشنش هم جا به جا میکنم تا از دهانمون خارج بشه. اسکیلمون باید بیشتر بشه. پوزیشن رو من جا به جا میکنم مجدد. همونطور که میبینی الان کامل از دهانمون خارج شد و این ویدیو دوممونم باید درستش کنیم تا این قسمت های خالی به صورت
فیت در بیاد و این کارمون انجام بشه و به صورت عالی این افکت رو بتونیم انجام بدیم. حالا بریم این ویدیومون رو ببینیم به چه صورتی در اومد و این افکت زومی که ایجاد کرده بودیم درست هستش یا نه. من ویدیومون رو پلی میکنم و این حالت زوم رو اینجا به قشنگی برای ما درست کرد و روی این لایه اولمونم بعد این افکت زوم رو انجام بدیم. و اینکه اولین نقطه‌ای که زوم کردیم و من بتونم به دست بیارم میرم روی همون لایه دوممون، از این قسمت میرم نقطه ابتدایی که زوم تصویر لایه دوممون رو شروع کرده بودیم و انتخاب میکنم و لایه دوممونم از همینجا من زومش رو میخوام شروع کنم. اینجا پوزیشن اسکیل و کی فریماش رو ایجاد میکنم و اینجا مرحله به مرحله میریم جلوتر، یه مقداری زوم میکنیم، پوزیشنش رو میتونیم حالا تغییر بدیم. اینجا بسیار عالی، مجدد یکم میام جلوتر، اسکیل رو زیاد میکنیم، جای پوزیشن هم درست میکنیم و مرحله به مرحله اینجا رو هم میتونیم این کار رو انجام بدیم تا کامل از تصویرمون خارج بشه. اینجا باید بیشتر کنیم اسکیلمونو. یه مقداری مجدد من بیشتر میکنم، میارمش این برتر و بالاتر قرارش میدم، یه ذره بیشتر میکنم و میرم رو فریم آخرمونو. اینجا با استفاده از این کلید ریست هایی که هستش تصویرمون رو کامل فیت میکنم. بریم کارمون رو از اول ببینیم. اینجا همونطور که دیدین کاملا با تصویرمون زوم شد و میتونیم خودمون حالا هر افکتی که خواستیم و اینجا رو داخل دهنمون قرار بدیم. من یه بار ویدیومون رو از اول پخش میکنم، اینجا دهانمون باز میشه و زوم میشه و این تصویر دوممون پخش میشه. برای اینکه حالا کارمون خیلی قشنگتر بشه و این افکت ترانسفورمی که بهتون گفته بودم و بگم برای چی من اینجا قرارش دادم، یه گزینه ما اینجا داریم توی ترانسفورممون، من اینجا رو یه مقداری بزرگتر کنم به عنوان Use Composition Shutter Angle. ما اینو خاموشش میکنیم و این شاتر انگلمون رو روی 360 قرار میدیم. با این کار ویدیومون یه موشن بلر خیلی قشنگی میگیره و یکم کش میاد و خیلی حالت طبیعی تر و قشنگ تری میگیره. من اگه برم جلوتر وقتی که اینجا تصویرمون داره زوم میشه میبینین یه حالت تصویرمون رو کشیده میکنه. اگه من این شاتر انگلمون رو صفر کنم ببینین چه جوری بود و اگه اینو من روی 360 که گفته بودم قرار بدم میبینیم که کارمون یه حالت خیلی قشنگ تری پیدا میکنه. اینا به اصطلاح بهش میگن فندای استادی که کارتون رو از بقیه خیلی متفاوت تر میکنه و کارتون رو خیلی قشنگ تر میکنه. انگار کارمون داره با یه سرعتی اینجا زوم میشه و خیلی کارمون قشنگ تر شد. من میرم قسمت ابتدایی و مجدد فیلممون رو پلی میکنم ببینیم به چه صورتی در اومد. کلید تیلدا رو میزنم روی پنجره پروگراممون تا اینجا بزرگ شه و فیلممون رو پلی میکنم. و دیدید که به چه قشنگی اینجا افکت ترانسفورم و اون شاتر انگلی که بود و ایجاد کردیم و کارمون رو خیلی قشنگتر و بهتر کردیم. خب همونطور که دیدین یه افکت و ترانزیشن خیلی جذابم با همدیگه درست کردیم. یکم باید دقت کنید روش، مخصوصا روی ماسک کردن و اون کی فریم هایی که برای زوم کردن بود یکم زمان بذاری و میتونی یه افکت خیلی جذاب و توی پروژهات استفاده کنی و کارتو خیلی جذاب تر کنی. اون شاتر انگلی هم که بهت گفتم و حتما انجام بده تا کارت یه جلوه خیلی خاصی بگیره. اگر از این ویدیوی من خوشت اومده حتما اونو لایک کن، کانال منم سابسکرایب کن و اون زنگولرم بزن تا از آموزش‌های بعدی پریمیری که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری یا دوستی داری که به پریمیرم علاقه داره حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیوی آموزشیمونو دیگه طولانیش نمی کنم. تا ویدیوی آموزشی بعدیمون خدا نگهدار.